من فقط یه سوال سوپرچت هم از دکتر اسکل جواب بدم که اسم جالبی دکتر اسکل. مرسی از سوپرچت. سوال اینه، یه سوال بی ربط به موضوع که خوشحال میشم بعد از بحثاتون این جواب رو بدی. امروز چون بنا به دلایلی نیاز دارم نظرتون رو بدونم. خب سوال کو؟ آها اینها. آیا شرکت هایی که چی؟ اصالت ماشین تولید میکنن؟ درست دارم میگم؟ مثلا توی کازینوها طبق تعریف من نمیدونم چی داریم میگه ابجکتیو مورالیتی اخلاقی هستن. آها فرض کن هیچ تقلبی توش نیست و تابع قوانین مدرن اروپایی کار میکنن. من این سوال نمیفهم چه، اما رنگو نمیشه بیای بالا بپرسی؟ رنگ و لعاب جذابی برای مخاطب دارن که تقریب میکنن بیشتر بازی کنن. این سوال چیه؟ تو معنی سوال رو میفهمی؟ مجید جان آیا شرکت من فکر کنم اسلات ببین این انگلیسی من قاطی کردم. آها توی کازینوها اسلات های ماشینا رو که میگه آیا اینا اخلاقی هستن یا نیستن؟ فرض کن که اگه تقلبی هم توش نباشه و تا یعنی تا قوانین مدرن اروپایی هم رعایت بکنن. من فکر میکنم اینا باید از لحاظ من اگه برای اینکه اخلاقی باشن بیشتر باید تبلیغ بکنن که چه هزینه‌ای برای شما داره با کسایی که مثلا اعتیاد دارن به قماربازی جلوشون رو بگیرن. مثلا شما فرض کن مجید جان میرین توی مثلا بار که مثلا الکل بخورین و اینا، اگه یه نفر بدونه که شما مثلا نمیتونین خودتون رو کنترل بکنین، مسئولیت کسی که مثلا به شما بعد درینک شما رو بده مسئولیتش اینه که نده، مثلا شما ببینه دارین زیادی میخورید یا یعنی که نمیتونین جلو خودتون رو بگیری، قابلیت حد خودتون رو نمیشناسین که چقدر مثلا باید مثلا تکیلا و چیزی بخورید، مست میشین راحت، مشکل دارید. الکوهالیک به فارسی چی میشه؟ الکوهالیک هستین. خب این مسئولیت به نظر من آره خمر. آها مسئولیت این شرکت ها اینه که مثلا به شما ندن الکل. برای همین من فکر میکنم از نظر اخلاقی مسئولیت این کازینوها دارن که یکی به شدت تبلیغ بکنن که این جلوی شما رو بگیرن که شما بدونین هزینه این چیه و ریسک شما رو بیشتر به شما تبلیغ بکنن. البته هیچ وقت این کار نمیکنن، ولی من نظر من قوانین باید باشه که نشون بده که شما چقدر دارین ریسک میکنین و احتمال پیروزیتون چقدر کمه نسبت به هاوس، نسبت به خود کازینو. ولی باید اینا به طور واضح تبلیغ باشه. مثلا همینجوری که مثلا شما وقتی که یک سیگار میخرید روش نوشته که این سرطان زا هست، مثلا عکسای بد داره روش که مثلا قلبتون اینجوری میشه، کلیتون اینجوری میشه، عکس یه نفر تو سرطان میذاره، من به نظرم قانون باید باشه تو کازینوها هم بگه که شما شانس پیروزیتون توی این انقدر، یه توهمایی که وجود داره رو بگه که اینا واقعیت نداره و دوربین باید باشه کسایی که نشون میده دارن همینجوری پول میبازن و بیان جلوشون رو بگیرن بفرستنش خونه. نمیشه آخه آرمین جون، این اصلا کاسبی واسه اونه، واسه اون نمیشه. خب اعتیاد پیدا کنیم واسه خب از من، برای من و شمایی که اعتیاد نداریم، حالا سالی به 12 ما میریم دو دارم میندازیم اون تو که اونا چرخشون نمیگرده. میدونم نمیشه، من دارم میگم ایدئال اگه قانون اگه قرار باشه اخلاقی باشه. برای همین جوری که هست به نظر من اخلاقی نیست. خب برای اینکه دارن از توهم مردم، از کسایی که اعتیاد دارن به قمار، از کسایی که نمیدونن وارد دارن چی میشن، دارن سوء استفاده میکنن. برای همین به نظر من اخلاقی نیست و به نظرم یه دولتی که باید بیاد یه قوانینی بذاره برای این کازینوها که جلوی این کارا رو بگیره. به نظر یعنی قمار از نظر من یکی از خطرناکترین اعتیادهای جهانه که اینا خیلی قانونی تو هر کشوری باز میکنن و پولش هم دولت میبره از خودش، حداقل توی سوئد و اینا که دولتیه کازینو نداشته. اینجا تا سال 2000 کازینو نداشته، یعنی قدغن بوده. مشروب خوردنشون هم همینجوریه. صدا خوب میاد؟ اینو زدم؟ آره. نه فکر گفتم آره صدا خوب. صدا خوبه. آره. من مشروب خوردنشون هم اینجوری. بیاد میخوام من برم. نه بذار بیا جه به خودت بگه، برای که گفت من آره این شکل و شمایلش خب معلومه دیگه، همش پر زرق و برق. کازینوها رو دیدی؟ آره. همچین جذبت میکنه، میگه بیا بازی کن. ماشینا اصلا یه جوری چه
آره تو ژاپن هم با پول قمار بازی غیر قانونیه، برای همین با ساچمه قمار بازی میکنه.